بعدای یک تین میگم که در داخل افغانستان هم در این صندوق هایی که آقای کرزی 50% رای گرفتن همین 50% هم آرای مردم نبودن و اینا را بسان ریختن. ولی آقای ترکی ناراحت از این بودن که وقتی شما از آقای قانونی نام گرفتین اینا فورا جنگ سالارا را مطرح کردن که یعنی گویا چرا آقای کرزی نتانسته که امر تصفیه کنه گویا تصفیه نژادی کنه. درست است که من هم میفهم که جنگ سالارا خرابی های زیاده کردن و خصوص در بخش زنا چی طالب چی یک تعداد جنگ سالارای دیگه به خصوص در بخش زنا اینا یک سیاست کاملا زن ستیزی را گرفتن و با مناسبات مرد سالاری خود مردا را بسیار اذیت کردن و خودم هم به عنوان یک زن فیمنیست همیشه صحبت کردیم با وجود که امروز تئوری فیمنیزم در بین زنای ما به هیچ وجه جا نافتاده و از مردای ما هم نمیفهمند و اگر میفهمند برداشت درست از فیمنیزم هنوز ندارن. فیمنیزم میره که جایگاه یک فلسفه یعنی فلسفه جانی رو بخواد بگیره تنها از نگاه تبعیض در برابر زنها صحبت نمی کنه. یک فیمنیست هر نوع تبعیضه ولو که تبعیض ملیتی باشه و تبعیض نژادی باشه موازی با تبعیض جنسیتی با او مبارزه می کنه و ما پس می گردیم به مسئله آرا که اینا متاسف هستن که یعنی آقای قانونی درست است که خود آقای قانونی هم سلاره نگرفته و با پای معیوب که اونا دارن در دوران جهاد جنگیدن مستقیم به دست خود نکشتن ولی ما شما میبینیم که آقای سیاف که از برادرای پاکستانی بیشتر دفاع کردن اینا هم یک جنگ سالار بودن ولی اگر آقای سیاف در پارلمان میامد ایت مثلا مطرح نبود همه چیز اوکی بود درست بود ولی به مجرد که آقای قانونی از یک ملیت دیگه بدبخت می آید که او به نام برادر کوچک یاد می شه دفتا مسئله از این که گویا آقای کرزی درست نتانسته که امی فاشیزم نژادی را یا اپارتاید نژادی را درست به کرسی بشانه در این وقت مسئله جنگ سالار مطرح می شه که یعنی باید هم از اینا جارو شوه و باید نسل زدایی شوه و این مفکر نکنم درست باشه. و مسئله دیگه که سر پارلمنت میاییم که یک تعداد زنای ما اگر در مابین پارلمان آمدن من فکر میکنم که متاسفانه امو رقم که یک تعداد زنا در زمان فاشیزم اتلری قربانی های فاشیزم بودن و با اون سیستم همکاری کردن در سیستم ما هم یک تعداد زنا بیشتر از این که بر مبنای دانش و فهم خود بیه اینا بر مبنای از این که ما گویا اکثریت هستیم که اکثریت ساختگی اینا جا زدشتن در مبین پارلمان و در اینجا آقای کرزی نقش بسیار اساسی و اصولی داشته و در این راستا با آقای ترکی یعنی در یک موقف قرار میگیرن که شاید در اون بخشا از اونا راضی باشن که اینا آمدن و تانستن فعلا زنایی که هم در پارلمان افغانستان آمدن درست است که میتونن کارهای را انجام بدن که یکی مبارزه پارلمانی و یکی پارلمانتاریزم ولی ما پارلمانتاریزم نمیتونیم در جامعه بیاریم و یک مطلق گرایی است که درست نیست ولی اگر مبارزه پارلمانی کنن ولی اونا کسی را بردن که در سیستم منحل شدن و اینا باید امرای همی سیستم باشن و به وسایل کاری سیستم تبدیل شود و سیستم هم میتونه که از خصوصیات از اونا به نفع خود سود بجویه و برای ادامه همی سیستمی که توان با تبعیض نژادی و جنسیتی است ادامه بدن. بنابراین من در این بخش دوباره برای آقای ترکی میگم که من نمیفهم که چرا اینا همیشه از کشور خارجی یاد میکنن در مورد پاکستان سکوت میکنن یا جواسیس که آمدن در جامعه ما جواسیس کی آوردن. شما از آقای ترکی پرسان کنین که مایده ننگین گندمک کدام ملیت امضا کرد، مایده دیورند کی امضا کرد، با انگلیسی را کی آورد و روسا آقای عفیزای امین و آقای ترکی که خودشان پشتون بودن بلند بالا آقای عفیزای امین داد میزد که ما پشتون ها 99% انقلاب تشکیل دادیم و در این ملیت های دیگر نبوده و افتخار از آن ماست
و بازم روسا را اینا در بین کشور را دادن و دیگه ضرورت به این نبود که جواسیس چه برن برای خودش یک دولت کاملا روسی بود و خودشان جواسیس بودن جواسیسی کیا میکردن کدام دولت ملی وجود نداشت که اینا جواسیسی کنن خودشان پافت بودن خودشان دست نشانده شوروی بودن و بعد از این همچنان که اگر مجاهدین محمد مثلا آمچای مسعود بنوان یک قهرمان ملی در تاریخ کشور ما خوب درخشید و در مقابل پاکستان جنگید و فکر کنم از تمام جواد ما یگانه چیری درخشانه که وجود داره آمچای مسعود بوده ولی متواقعی دیگایی که در عبری قرار داشتن زیر سوال میرن اینا از کجا منشه میگیرفتن تمام پاکستان و امروز برادرای پشتون ما پاکستان برادر خونی خود فکر میکنن و در تمام سیاست ها با اینا همدست هستن و باز در دوری آقای کرزی هم که آمد اگر میگن که وقت طالبا ببخشین طالبا کی بودن؟ طالبا را کی آوردن؟ طالبا را باز هم برادرهای پشتون شما آوردن و ملیت های دیگر از بین بردن مردم شمالی را نسل زدائی کردن بنابراین باز هم آقای کرزی که آمد آقای کرزی کیز با کمک کی آمد؟ امریکایی ها کی آورد؟ و امروز چرا شما مثلا یک ملت که تمام مردم در اونجا مثل خواهر برادر باید زندگی کنن تعصبات و پشتون تباری و فرض کنین تاجیک تباری در جامعه ما ریشه دوانیده و ما باید برالله این تباربازی ها مبارزه کنیم اما میبینیم که سرود ملی به زبان پشتو درست میشه در حالی که شما میفهمین که تمام مردم اکثریت جامعه ما 80% به زبان فارسی گپ میزنن چرا متاسفانه زبان پشتو وقتی که آمدچای درانی را نادر افشار از ایران روان کرد و آمد با امرای خود یک داد فارسی زبان ها را در قندار آورد و با این گویام قزل باشا را چرا متاسفانه زبان پشتوی ما هنوز قلم و تحریر و کتابت وجود نداشت و اونا تا به امروز در قندار هستن و قلم و کتابت حتی در دوران آمدچای عبدالی هم به زبان فارسی بوده و تا به آل و تا اموشامان لام که بود و با که با شخصیت بزرگ و چهره بسیار جالب در تاریخ کشور ما بوده و تا به امروز تا امی فاشیستای زبانی و ملیتی که داد از زبان میزنن و میخواین که زبان فارسی را از جامعه ما از بین ببرن اینا هم مطلب ندارن نه کدام نشریه دارن نه کتاب دارن نه کدام کار فرنگی کردن که از روی استفاده کنن بجز که از زبان فارسی برای از منابع علمیش استفاده میکنن و اگر پای خود بر علیه ملیت های دیگر به زبان فارسی میزنن این را اصلا نادیده میگیرن و نه تنها نادیده میگیرن حتی میخواین که این زبان یعنی از بین بره و ما وقتی میبینیم در جامعه که بر مبنای سرود ملی از تنها به زبان پشتوست و مثلا از قندار یا کسایی که از جامعه که همشان بابا می باشه مثلا آمچا باباست میوش باباست یک فاشیست دیگه که محمد گلخان مونن که چی تخم نفاق و تفرقه و تبعیض در شمال کشور با معذرت فکر میکنم آقای رستار ترکی زیاد منتظر هستن و حتما اونا هم گفتنی دارن چند از اونا را موقع میدیم باز دوباره شما صحبت کنین که صحبت ها هم شاید جالبتر شود به این قسم حال نوبت هم میگذاریم با آقای ترکی شما مشتبه جان کار را تنظیم کردن شما بشنوین باز دوباره شما را میاریم اوکی بله حال فقط اظهارات آقای ترکی را میشنویم که اونا حتما گفتنی هایی دارن و سوالات خانم سرایا را هم جواب خواهد داد